ادامه توطئه‌های شکست خورده علیه اشرف. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی دو اطلاعیه از اقدامات و توطئه‌های تروریستی جدید رژیم آخوندی علیه اشرف خبر داد. در اطلاعیه اول چنین آمده است: به دنبال شکست مفتزهانه تهاجم جنایتکارانه هفتهده وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس، رژیم آخوندی نافع عیسی مزدور خود را مأمور کرده است تا تحت عنوان رئیس شورای هماهنگی کمیته حمایت از خانواده‌های متحسنین در اشرف با مراجع و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی عراق نامه‌نگاری کرده و به ملاقات آنها برود تا شاید آنها را به همراهی با فاشیسم دینی و شرکت در توطئه علیه مجاهدان اشرف بکشاند. در اطلاعیه دوم، دبیرخانه شورای ملی مقاومت خبر داد رژیم آخوندی برای پوشش اقدامات تروریستی و توطئه علیه اشرف در شهر خالص مدرسه ای ساخته که قرار است توسط پاسدار دانایی فر سفیر رژیم آخوندی و از فرماندهان نیروی تروریستی قدس افتتاح شود. شورای ملی مقاومت ایران در یک اطلاعیه دیگر اعلام کرد از 3 هفته پیش عمر خالد مدیر عراقی بیمارستان اشرف به دستور کمیته سرکوب اشرف از تحویلگیری داروهای خریداری شده توسط ساکنان اشرف خودداری می‌کند. نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب یک راننده عراقی را که داروهای خریداری شده ساکنان را به اشرف برده بود دستگیر کردند. بسیاری از بیماران نیاز فوری به داروهای خریداری شده دارند.